جمهوری اسلامی تمام تلاش خودش رو به کار گرفته، کانال هایی رو ایجاد کردند، همه در پوشش اپوزیسیون، اپوزیسیون برانداز. ولی در واقع وقتی که تعقیب میکنی این احساس رو به بیننده یا مخاطب میدن که اگر اپوزیسیون اینا باشن همین جمهوری اسلامی بمونه بهتره. این احساس از تهران داره اشاره میشه، اپوزیسیونی که ظاهرا افرادی در خارج از کشور دارند و اونها مثلا براندازند، ولی در اصل کار و فعالیت اونها هدف قرار دادن افراد اپوزیسیون، احزاب اپوزیسیون، احزاب مختلف است. گروهی تحت عنوان ضدیت با مجاهدین خلق وارد عرصه شدن که مجاهدین این کارو کرد، این کارو کرد. گروهی تحت عنوان مثلا طرفدار مجاهدینن، آقاش پادشاهی چیکار بر سر ایران، اینا چیکار نکردن، چه بلایی بر سر ایران نیوردن، مردم بار دیگه حاضر نیستن. گروهی میگن چپ ها، توده ای ها، مگه اینا چقدر خیانت کردن فلان. حاشیه رو دارن در متن قرار میدن، مخاطب احساسی بهش میدن که بگه جمهوری اسلامی بمونه بهتره. گروه هایی رو درست کردن در مناطق مختلف ایران که میگن مثلا من دیدم گروه های مختلف که اگر ما بر سر کار بیایم تهران هر فارسی اونجا باشه همه رو سرشون رو میبریم. گروهی میاد میگه آقا ترکا رو باید کشت، گروهی میاد میگه عرب فلان 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 عرب رو باید پاک کنیم از خاک ایران. تماما از طرفه از اتاقهای فکری وزارت اطلاعات هدایت میشه. حتی در حال حاضر هفته گذشته در کردستان در سه منطقه، در سه منطقه مانورهایی رو بسیار محرمانه برگزار کردند. افرادی رو که در کردستان بهشون میگن جاش، یعنی هر کسی که اونجا با جمهوری اسلامی با سپاه همکاری میکنه مردم بهش میگن جاش، که در معنی کردیش کره خر هست، روزش میخوام. اونها اومدن با ریش با ظاهر داعش ازشون فیلم برداری کردند، درگیری هم درست کردند. حالا مشخص نیست صدا سیما میخواد اینا رو بعد چجوری نشون بده، چجوری غالب بکنه به مردم ایران که مردم داعش هم